به نظر میاد که دقیقا نه ماه بعد از حمله تروریستی حماس به اسرائیل که آغازگر جنگی شد که تا الان ده هزار کشته بر جا گذاشته این بار امیدها برای رسیدن به یک آتش بس بین طرفین بیش از هر زبانه دیگری هست دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود داره یکیش این هست که بر اساس گزارش هایی که رسانه های مختلف منتشر کردن از خبرگزاری اسوشیتد پرس گرفته تا خبرگزاری رویترز و رسانه های اسرائیلی از یک طرف حماس یکی از خواسته های خودش رو که از نظر اسرائیل مانع اصلی رسیدن به آتش بس بود رو کنار گذاشته اون خواسته هم این بود که اسرائیل و میانجی ها از همون در واقع از پیش از حتی آغاز آتش بس تعهد بدند که این آتش بس دائمی خواهد بود و جنگ دوباره از سر گرفته نخواهد شد و از اون طرف به نظر میاد ارتش اسرائیل هم تقریبا عملیات گسترده خودش در نوار غزه رو به پایان رسونده و البته فشارهای داخلی بر روی دولت هم برای اینکه توافق آتش بس رو بپذیره و گروگانهایی رو هر چه که زنده, موند زنده باشن هنوز رو آزاد بکنه افزایش یافته بر اساس گزارشی که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده این توافقی که الان روی میز هست و قرار هست هیئت اسرائیلی هفته آینده در سفر به قطر در مورد جزئیات اون با میانجی ها صحبت بکنه همچنان شامل چند مرحله هست مرحله اول اون شش هفته خواهد داشت که در اون آتش موقت برقرار میشه و شماری از گروگان های اسرائیلی زنان کودکان و افراد سالمند و بیماری که هر روز زنده هستند آزاد میشن از این طرف اسرائیل هم صدها زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد میکنه در همون زمان مذاکره برای مراحل بعدی هم آغاز میشه و اگر به نتیجه برسه اون وقت ما مرحله دوم رو خواهیم داشت که در اون باقی های زنده اسرائیلی از جمله مردان و سربازان اسرائیلی آزاد میشن از این طرف هم شمار بیشتری از زندانیان امنیتی فلسطینی از های اسرائیل آزاد میشن باید گفت که همزمان در این دو مرحله اسرائیل هم نیروهای خودش را از مناطق پرجمعیت در نوار غزه خارج میکنه و اجازه هم میده که به مرور ساکنان شمال نوار غزه به این منطقه برگردن و نهایتا مرحله سوم آتش بس بر اساس گزارش رسانه ها از جمله اسوسییتد پرس شامل یک آتش بس یک ساله ای خواهد بود که در اون به صورت گسترده بازسازی نوار غزه انجام خواهد شد حالا باید دید که یک جزئیات این توافق آیا در واقع با موافقت هر دو طرف روبرو میشه آیا کابینه اسرائیل اون رو تایید میکنه و آیا در اون طرف فردی که اصلی ترین فرد هست برای اینکه باید هر توافقی رو انجام بده در واقع یعنی یحیی سنوار در اون نوار غزه با این توافق پایبند خواهد بود و با اون موافقت خواهد کرد یا نه